یک زن اون چیزی که در واقع به دنبال جنبش زن زندگی آزادی و پیش از اون تجربه کرده به عنوان نماینده نیمی از جامعه، مبارزه با بدنش رو در واقع انتخاب کرده در مقابل جمهوری اسلامی. یعنی در واقع جمهوری اسلامی در جنگ با بدن زنان قرار داره و بی دلیل نیست که وقتی در واقع میخواد یک دور جدیدی از مقابله با زنان معترض و مخالف حجاب اجباری رو شروع بکنه، دست به یک صدور و اجرای خشنترین حکم اون هم روی بدن زن میزنه. یعنی در واقع مجازات شلاق گرچه که به عنوان جایگزین برای 2 ماه حبس پیشتر پیش بینی شده بود، اما فکر میکنم به ندرت تا پیش از خانم حشمتی این حکم به این شکل اجرا شده باشه. و در ادامه حالا در مورد بی اساس بودن اتهاماتی که به خانم حشمتی زده شده، خب فکر میکنم خوندن متن خود خانم حشمتی و آنچه که در واقع قوه قضاییه درباره این حکم اعلام کرده به خوبی گویاست. گویا این هست که این اتهامات تا چه بی پایه است. یعنی کسی که برای یک حق ساده شهروندی که انتخاب پوشش هست به خیابان میره، او رو به متهم میکنن به اینکه به شکل سازمان یافته با دریافت پول در ارتباط با حالا گروهایی که جمهوری اسلامی اونها رو ماند خودش میخونه، در زمانهای مشخص این کارو کرده و اعمال منافی عفت انجام داده. حالا اینکه اساسا این مسئله منافی عفت بودن چطوری تفسیر میشه، به چه ترتیبی میشه اون رو در واقع تحلیل کرد، این خودش محل مناقشه است. یک کاملا سلیقه‌ای است که مصادیق و معیارهای مشخصی براش در قانون جمهوری اسلامی هم حتی در نظر گرفته نشده و صرفا برمیگرده به اینکه اون ضابط قضایی یا اون قاضی که حکم میده برداشتش از رفتار یک کسی که متهمش کرده چه هست. تمام این مجموعه در واقع اون چیزی قوه قضاییه اعلام کرده علیه خانم حشمتی بیپایه است، برای اینکه بر مبنای در واقع ادعاهای دروغ بیان شده. خانم دوستدار، اون بخشی که میگید که گفتند که از یک جریان در خارج از ایران پول میگرفته برای اینکه سر یک ساعت بره در یک خیابان بدون حجاب راه بره، فکر میکنید که اگه پشت این حالا جملاتی که مدعی هست جمهوری اسلامی رو بخوایم نگاه کنیم چی رو دارن میگن؟ مثلا یک گروه اپوزیسیون در خارج از ایران به خانم حشمتی پول داده، مگه فقط این یک دونه زن در خیابانهای ایران هست که حجاب نداره؟ یعنی هر زنی که تو ایران راه میره، در تهران در خیابان ها راه میره و روسریش روی شونشه، اینا دارن از اپوزیسیون خارج از ایران پول میگیرن، این منظورشون چی از این حرف؟ خب به نظرم خب در واقع یک ادعای مضحکه، ادعایی که به هیچ ترتیبی نمیشه اون رو اثبات کرد، نه فکر میکنم حتی شنوندگان و مردمی که این ادعاها رو میشنوند ذره‌ای برای این نوع ادعاها ارزش قائل هستن. برای اینکه اگر به قول شما اگر قرار باشه که هر زن معترض به حجاب اجباری، تمام کسانی که روسری خودشون رو توی مدت برداشتن و همچنان هم دارن بر این امر پافشاری میکنن رو متهم بکنیم به دریافت پول یا انجام حرکت سازمان یافته، در واقع به این معناست که باید تک تک این زنان رو در واقع به نوعی مرتبط بیگانه دانست. ولی خب جمهوری اسلامی معمولا این اتهام رو برای هر نوع فعالیتی، حالا چه در مربوط باشه به پوشش، چه مربوط باشه به هر حال به تجمعات دانشجویی، در مورد اصناف، کارگران، همه اینها رو در واقع وصل میکنه به خارج از کشور. تصورش گویا بر این هست که وقتی اونها رو وصل بکنه به خارج از کشور، دست کم اون طیفی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی منزجر میشن یا این حرکت ها رو فاقد اصالت